شما هر موقعی خواهد این تشکلی من رو من اصلا میبرم تو جایی که میگنم یه روی 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 سلام عرض آقا. اول سلام آقا مهران گل. موسیو چطوره؟ خوب آقا. شما بفرمید اونجا، الان میگم بچه‌ها بیان خدمتتون. ببخشید آقا، من یه عرض خصوصی خدمتتون داشتم. البته اگه اجازه بدید. ببخشید. بیا ببینیم آقا جون. درست نشد؟ ها؟ میگم این درست نشد. دستنم من مردم اینجا. قور نزن. شاید اصلا نتونم درستش کنم. اه. حتما باید از صبح تا شب بشیم تا بفهمی درست میشه یا نه. خب بیا کمک کن دیگه. کمک میخوای؟ اینم صورت حساب میز سوم. اینجا؟ مگه میشه؟ نوکرتم. یه بزرگواری بکنی تمام قضیه ما حل میشه. بزرگواری کدومه پسر جون؟ یعنی فرمید دروغ بگم؟ دروغ چرا آقا؟ من راستی راستی اومدم اینجا کار کنم. شما که میدونید من یکی از زیر کار در رو نیستم. تو اون مغازه موسیو از کله سر تا بوغ سگ من بودم که آقا میدویدم و حمالی میکردم و عرق میریختم. غیبت نباشه، موسیو که تفلک این آخریا جون کار کردن نداشت. آقا جون والا من از کار بایی ندارم. شما بگو کفه اینجا رو بساب ببین چجوری میسابم. آقا جون بازم باید کفه اینجا رو بسابی؟ بابا من دیروز هم اینجا رو سابیدم. بابا مثلا گفتم. آقا جون شما به من یه کاری بدین ها، اصلا این ظرفا رو بدین من بشورم ببینید دو دقیقه‌ای من چجور. چی شد؟ باز چی شکستی امید؟ ببخشید من شکوندم. آقا جون ما عادت نداریم زیر دینه کسی بمونیم، از حقوقم کم کنید. حقوق؟ آقا خب میخندین چرا؟ کم کنید از حقوقم دیگه. گناه داره بنده خدا. گناه داره؟ گناه ما داریم که درآمد اینجا کفاف روزی خودمونم نمیده. حالا با دست خودم بیام یه نونخوره دیگه اضافه کنیم. خدا رو شکر روزی آدم دستتون نیست و هیچ کاری تو این دنیا. آدم اینقدر بخیل. آقا جون ما اینجا کار زیاد داریم. تا چی میگه واسه خودت؟ ما کجا کار داریم؟ کی بود امروز هی قر میزد میگفت من دست تنهام. خب من گفتم که تو پای کامپیوتر بلند شو بری به کارات برسی. بابا جان من شماها چرا اینقدر با هم یکی به دو میکنین؟ اتفاقی نیفتاده که. آقا مهران 3-4 روزی موقتی میخواد مشغول کار بشه اینجا، چون خانواده عروس میخوان بیان راجبش تحقیق کنن، نمیخواد متوجه بشن که بیکاره. گفته سر فرصت میره سر کارش. چه بد وقتی هم موسیو مغازه رو فروخته. پیر شده توان کار کردن نداره. مغازه هرم خوب خریدن فروخته. همین. آخه یعنی الان موسیو هم بیکاره؟ آخه چطور موسیو رو بیاریم اینجا؟ بکنیمش مسئول تعمیر لوازمات پیشرفته پاتوق. آب میوه‌گیری هم که داریم. یه موقع ممکنه پرش نچرخه. یه وجب مغازه رو فروخته 200 میلیون. چه ربطی به مهران داره؟ هیچی بابا، شما برو پای کامپیوتر سر خودتو گرم کن، من بیچاره برم اینجا رو جمع جور کنم. آقا امید شما اجازه بدین من خودم همه رو جمع میکنم. نمیذارم شما دست به چیزی بزنید. شما نمیخواد دست بزنید، بچه‌ها خودشون درست میکنن. آقا مگه من مردم که بخوام بچه‌ها؟ ببخشید دیگه اونطوری نه، مواظب باشید.
دیگه شرمنده. امروز از کار و زندگی هم انداختیمتون. ببخشید. نه بابا. خودم ترتیب همه چی رو میدم. میگم خوب شد از این وسایل پانسمان داشتین شما؟ دستور وزارت بهداشت آقا جون. حواسشون خیلی جمعه به این چیزا. باریکلا. فقط مواظب باشین دستتون خیس نشه. چش. چش خانم دکتر. دستور دیگه ای ندارین؟ قرصی، شربتی، یامپولی؟ خیلی خوب بجنبین تموم کنین. باید مغازه رو باز کنیم. با شما بودن ها. من خودم کمکتون میکنم. شما زحمت نکش. امروز به اندازه کافی زحمت کشیدید. دست درد نکن. بشین استراحت کن. آقا سلام علیکم. سلام. مثل که خیلی زود اومدم. هنوز باز نکردی؟ خیلی هم به موقع اومدی دکتر جون. خیلی به موقع. شما بفهمید تشریف داشته باشین. الان بچه ها میان خدمتتون. استم کنم دکتر. خواهش میکنم. استم کنم. آقا این پدر طاووس خانم از اون مشتی هست. هیچ کدوم از پسرها و بقیه دوماداش جرأت ندارن جلوش جیک بزنن. تازه آقا من شنیدم که ازش حسابم میبرن. هیچ. ما با هزار جور ترس و لرز پیغوم دادیم که میخواییم بیاییم خواستگاری. آقا دل تو دلم نبود که میخواستن چی جواب بدن. طفلک مادرم. از اون نه از من آره. از اون نه از من آره. انقدر التماسش کردم. انقدر اصرار کردم تا بالاخره قبول کرد آقا بره خواستگاری. پیغوم فرستاد. ولی قبلش به من گفت مهران این مردو من میشناسم. این کسی نیست که به تو دختر بده. منم گفتم ننه قربونت برم نوکرتم. ما که یه عمر بابا و خودمون ندیدیم. اونا ما رو به غلامی قبول کنن. ما هم یه عمر واسهشون پسری میکنیم. حالا آقا جسارته. چه حالی داشتی. دست به دامن همه اماما شدیم. هر جور نذر و نیاز بود کردیم. نمک دادم، خرما دادم، شمع دادم که اینا فقط تو کارشون نه نیارن. اما خداییشم بخواید آقا سنگ ننداختن. فقط یه خورده سر این که ما گفتیم مادرم با ما زندگی میکنه ترش کردن. اما آقا این طاووس خانم آقا با ادب، با کرامت، با شعور برگشت به من گفتش که عیبی نداره مادر تو هم عین مادر من. چه فرقی میکنه؟ آقا هر چی ازش بگم کم گفتم. آقا ما همچین کم رو هم نیستیم آقا. ولی نمیدونیم چرا جلوی این بابای طاووس خانم صدا از گلوی ما در اومد در نیومد. آقا همچین جذبش آدم رو میگیره. اما آدم از حق نگذره. از اون مشتی هاست. خیلی لوتیه آقا. نه مهر بالا خواست. نه شیربه ها. نه سر خرج و مخارج چونه زدن. فقط برگشت گفتش که یه شغل آبرومند داشته باشه و یه بچه خوب تو محل. آقا ما هم قرص نشستیم دیگه. گفتیم کار داریم. من گردن شکسته از کجا میدونستم که موسی و مغازشو میفروشه و منم میشم بیکار. گفتم تا بخوام بیان تحقیق حتما یه کاری پیدا میکنم. این دوروبر به هر میکانیکی که سر زدم هیچ کس کارگر نمیخواست. تفلک موسیو حاضر بود همه جوره زامنم بشه. اما اونا کارگرهای قدیمشون رو میخواستن که مشتری ها بشناسن و بهشون اعتماد کنن. جاهای دورم که اگه واسه کار میرفتم کسی نبود که تعریفم رو بکنه. این بود که دست به دامن شما شدیم آخو. شما که میدونید من 7 سال آزگار تو این محل کار میکنم. کوچیک و بزرگ این محل منو میشناسن.
یه ذره بچه بودم اومدم تو این محل تا الان. کسی نبود که بخواد رأی بابای طاووس خانوم واسه ما بزنه. هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد. از کجا معلوم که اصلا بیان تحقیق؟ میان آقا، میان. خود طاووس خانوم بهم خبر داد که میان آقا. منم الان رفتم این مغازه، دیدم مالک جدید داره در و دیوار رو رنگ بیزنه. دیگه ببخشید آقا، به کارگرها سپردم که هر کی سراغ من رو گرفت صاف بیاد پاتوق. آقا مهران، اون حالا یه چیزی گفتن. کی حالشو داره تو این ترافیک و هوای آلوده و هزار جور گرفتاری بلند شه بیاد تحقیق؟ تازه بعد از خودشون هم باشه که همچین داماد نجیب و خوبی نصیبشون شده. یا الله، پدر طاووس خانومه. خلاصه ما تعریف شما رو از این آقا مهران خیلی شنیدیم. خیلی خیلی لطف کردین، زحمت کشیدین. سعادتی شد که ما در خدمتتون باشیم. خدمت از ماست. خب آقا مهران، شنفته بودم که تو مکانیکی کار میکنی. بله 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 بله، ایشون در مکانیکی کار میکردن. موسیو، همه اهل محل ایشون رو میشناسن. جوان بسیار خوبیه، مؤمن، کاری، با غیرت. خلاصه هر چه خوبان همه دارن، این آقا مهران به تنهایی داره. و چه خوبه برای مرد. درست عین نجابت میمونه برای زن. واجبه. گل گفتی. اما نون آب نمیشه. این جای خود، اونم جای خود. خب بله، هر چیزی به هر حال جای خودشو داره. راستی چای میل دارین که براتون بیارم؟ آقا من الان میرم میارم. نه عزیزم، میگم بیاره. امید جان، یه چند تا چایی بابا. چشم آقا جون. میفرمیدی. گفتن مکانیکی تعطیل شده، اومدی اینجا کار میکنی، درسته؟ بله آقا. خب حالا بگو ببینم اینجا کارت چی هست؟ من واقعیتش اینجا من همه جور کاری میکنم. جسارت نباشه آقا، من سرپرست اینجام، اینجا کارم میکنم. جدن؟ باریکلا. ولی آقای عطابکی، شما بگین که من سرپرست اینجام، مگه نه؟ بگین. من اگه زفرمین چند لحظه برم کار دارم که مهران جانم راحت حرفشو بزنه. حتما میام خدمتتون. چیزی شده؟ نه آقا، ولی نداره. مهم اینه که آدم کار کنه، نون حلال در بیاره. همین. بله آقا. امید جان، یه دقیقه بیا. پس چی شد؟ دو تا چای بده میز مهران اینا؟ فکر کنم آقا مهران آبسرد بیشتر لازم داشته باشه. چی بگم والا؟ میگم پدر طاووس خانوم بله رو گفت دیگه. میگه، عاقبتش میگه. پس شیرینی هم بذارم کنارش. بذار. آقا جون بفرمایید تو، چای تازه دمه. ببخشید یکم طول کشید. مثل همیشه خوشبو و خوشتم. نوش جونتون. دلت براش میسوزه؟ آره یه جورایی. جوونی و هزار مشکل. بدترینش هم عاشقیه. وقتی داشت از زندگیش تعریف میکرد فهمیدم که طاووس خانمو باید خیلی دوست داشته باشه. از کجا فهمیدی؟ از صداقتی که تو لحنش بود. جدن نظر دینه؟ آره دوست داشتن چیز بدی نیست. کسی هم نگفته که دوست داشتن چیز بدیه.
ببینم. فکر میکنی رفتار این جوون درست بوده؟ درست و غلطشون نمیدونم. ولی خیلی صادقه. صداقت و دوست داشتن تنها برای تشکیل یک زندگی کافی نیست. آدم باید منطقم داشته باشه. واقعیتش آقا چطور بگم؟ من نمیتونم دروغ بگم. یعنی اصلا دروغ گفتن بلد نیستم. من اینجا کار نمیکنم. نمیفهمم. یعنی چی؟ یعنی اینکه راست حسینی به من بگو ببینم چه کلکی تو کارته؟ من الان بیکارم. ای داد بیداد، کار ما رو ببین. بعد از یک عمر گدایی شب جمعه یادمون رفت. اون روزی که دیدمت گفتم این جوون یه مرده، بچه سوسول نیست، راحت میتونه یه زندگی رو راه ببره. ولی حالا میبینم اشتباه کردم، همه اون فکرا باد هوا بود. به جون مادرم آقا کوهزادی، من یک کلمه هم به شما دروغ نگفتم. پس اون مغازه مکانیکی که ازش دم میزدی چی شد؟ همون که میگفتی من سرکارگرم. من تو مغازه موسیو کار میکردم، از شانس بد من زد و مغازه رو معامله کرد و فروخت، ما هم شدیم بیکار. ولی آقا من کار بلدم. اون وقتی که مادر پاشنه در خونه ما رو داشت در می آورد بهش گفتم، به خود تو هم گفتم، همون شبی که جلوی چشمم دو زانو نشسته بودی گلای قالی رو میشمردی، یادته؟ بابا جون کار جوهره مرده. من دخترم رو به هر کی بدم با آدم بیکار نمیدم. ولی آقا من... ولی چی؟ ها؟ یعنی بازم میخوای بگی بیکار نیستی؟ نه، اون بیکار نیست، این جوان پیش من کار میکنه. پیش شما؟ البته اگر از نظر شما اشکالی نداشته باشه. جناب پروفسور مقدم از عزیزان ما هستن، متخصص مغز و اعصاب، منزلشون همین جاست، چشم و چراغ این محل است. خب ولی این جوون آخه شما چه کاری دارین که این باس براتون انجام بده؟ من هر روز هر شب بین مطب و بیمارستان در حرکتم، دیگه خودم نمیتونم رانندگی کنم. از 7-8 سال پیش که این جوون توی مکانیکی محله کار میکرد میشناسمش، میدونم چشم و دل پاک و کاریه. الانم قراره هم راننده من باشه و هم مسئول اتومبیلی که اونم مثل خود من سالهای آخرش رو داره طی میکنه. خدا سایه شما رو از سر ما کم نکنه دکتر. خب جوون، حاضری؟ بله آقا. اگه گل گفتن و شنیدن حرفای پدر خانومت تموم شده، بریم زود منو برسون بیمارستان که خیلی کار داره. این جوون اهل زندگیه، امروزم روز اول کاریشه. آقایون مهمون من هستن. شما خودت هم مهمون مایی. تشکر برای قهوه خیلی خوبت. ممنون. خداحافظ. ممنون دکتر. بریم جواب. جوون میگم، کی فکرشو میکرد دکتر مقدم اینقدر مرام داشته باشه؟ من. ها؟ من. انشالله مبارکه.
همین که پیش هم باشیم، همین که فرصتی باشه، همین که گاهی